در پی اظهارات اسلام ستیزانه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و بازنشر کاریکاتورهای موهن نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و اتحادیه کشورهای عربی در بیانیه ای از جامعه بین‌الملل خواست اهانت به پیامبر اسلام، اسلام و مسلمانان جرم شناخته شود. این اتحادیه طی بیانیه ای اصرار به اهانت به بهترین آفریده خداوند حضرت محمد صلی الله علیه و و بازنشر کاریکاتورهای موهن را به شدت محکوم کرد این بیانیه نسبت به پیامدهای فتنه افکنی و های دینی هشدار داد زیرا این مسئله گفتمان تنفر و انزجار طلبی را تغذیه می کند اتحادیه کشورهای عربی از جامعه بینالملل سازمان ملل و همه سازمانهای بینالمللی منطقه‌ای و پارلمانهای جهانخاص تا در مقابل حملات مغرضانه. برای اهانت به رسول اعظم صلی الله علیه و آله بیستند و اهانت به پیامبر اسلام و مسلمانان را جرم بدانند همچنین باید از اهانت و تغییر ادیان و شخصیت های دینی و پیامبران جلوگیری شود این اتحادیه بر ضرورت احترام به احساسات و عقاید همه مؤمنان در جهان و تقویت فرهنگ همزیستی تامیز تاکید نموده و سوء استفاده از آزادی بیان برای حمله به اعتقادات دینی را مردود دانست. اتحادیه کشورهای عربی در پایان بیانیه خود آورده است هرچند اسلام دین محبت و صلح است اما آزادی بیان باید در مرز آزادی و حقوق و اعتقادات دیگران متوقف شود